مهارت برندینگ، راهی به سوی ثروت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه فعالان حوزه اقتصاد، علاقه‌مندان به تجارت. امیدوارم که حالتون خوب باشه. موضوعی که امروز میخوام در رابطه با اون برای شما صحبت بکنم، عمده مقاصد صادراتی ایران توی 8 ماه گذشته است. یعنی اینکه ما در این 8 ماه گذشته از سال 1400 به کدوم کشورها و با چه مبالغی صادرات انجام دادیم. توی بررسی‌های انجام شده نشون میده که چین بزرگترین وارد کننده محصولات ما به شما میده، یعنی بالاترین رتبه رو توی صادرات محصولات ما به کشور چین داریم. یه چیزی در حدود 9.1 میلیارد دلار ما توی 8 ماه گذشته صادرات به کشور چین داشتیم. بعد از چین عراق هست. خب عراق همونطور که میدونید همسایه ماست، روابط خیلی خوبی باهاش داریم و این کشور دومین کشوری هستش که صادرات محصولات ایرانی به اون انجام میشه با حجمی بالغ بر 6.1 میلیارد دلار. یعنی توی 8 ماه گذشته عراق 6.1 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده. کشور سوم ترکیه است. ما توی 8 ماه گذشته به ترکیه 3.8 میلیارد دلار صادرات داشتیم. کشوری که تقریبا توی منطقه رقیب ما به شمار میاد و تقریبا موقعیت‌های همسو با ما رو داره و تونسته این حجم و ما تونستیم این حجم از صادرات رو به این کشور داشته باشیم. کشور چهارمی که ما بهش صادرات داریم کشور امارات است. ما نزدیک به 2.9 میلیارد دلار صادرات به کشور امارات داشتیم. خب خیلی از محصولات ما میره به داخل کشور امارات، حتی وارد خود کشور نمیشه و توی یکی از بنادر امارات مثل بندر جبل‌علی اونجا دوباره ری‌اسپورت میشه و به یک کشور ثالثی ارسال میشه. آخرین کشوری که حجم صادراتی بالایی از ما داره افغانستان، که چیزی در حدود 1.4 میلیارد دلار ما به این کشور صادرات داشتیم. با یه نگاهی اجمالی به این کشورها میبینیم که 4 تا از کشورهایی که عمده صادرات ایران به اون انجام میشه همسایه ما هستن و ما خیلی راحت با اینها مرابطه داریم، به خصوص عراق و افغانستان که ارتباطات خیلی نزدیک و تنگاتنگی باشون داریم. یه اتفاق جالبی که توی این آمار افتاده و توی این فضا به وجود اومده جابجایی ترکیه و امارات هست. ما قبل از این و شاید تو سالهای 99 و 98 اگه بررسی صادرات کشور رو می‌داشتیم، امارات بالاتر از ترکیه بود و ما حجم صادراتمون به امارات بیشتر از ترکیه بود، ولی الان می‌بینیم که ترکیه اومده و از امارات سبقت گرفته و محصولات بیشتری رو با حجم دلاری بیشتری از کشور ما داره وارد می‌کنه. جمع کل صادرات ما لحاظ دلاری توی 8 ماه گذشته به این 5 کشور چیز هولوش 23.2 میلیارد دلار بوده که یک رقم خیلی جالب و خیلی قابل توجه است. حالا شما بررسی کنید ببینید که شما کجای این چرخه قرار دارید و از این 8 صادراتی که داره به کشورهای اطراف ما انجام میشه شما چقدرشو نصیب میبرید و چقدر شامل حال شما میشه. دوستان اگر کار رو جدی نگیرید، اگر آموزش ها رو جدی نگیرید، از این چرخه هیچ نصیبی نخواهید برد. توصیه ما به شما اینه که اگر کار رو با ما شروع کردید به صورت قوی تر و با پشتکار بیشتری کار رو ادامه بدید تا بتونید شما هم سهمی از این درآمد ارزی داشته باشید. و اگه هنوز کار رو با ما شروع نکردید و هنوز دچار تأخیر و درنگ هستید
و یا هنوز به مجموعه ما اعتماد نکردید، کار رو زودتر استارت بزنید، با مجموعه ما شروع بکنید، با مشاورها ارتباط بگیرید، از اونها بخواید پلن مورد نظر رو به شما ارائه بدن، کمکتون بکنن و شما هم بتونید وارد این چرخه بشید و سهم خودتون رو از صادرات به دست بیارید و شما هم بتونید درآمد دلاری و ارزی داشته باشید. دوستان و همراهان همیشگی آراد برنگین، امیدوارم که این مطلب هم برای شما مفید واقع شده باشه. روز روزگار بر شما خوش. یا علی، خدا نگهدار. فروش داخلی و صادراتی خود را به ما بسپارید.